سلام به ماهتون امیدوارم حالتون عالی باشه بچه تو این ویدیو میخوایم در مورد بهترین زمان خوردن مویز با همدیگه صحبت کنیم مثل همیشه اگر به موضات پوس و سلامت زیبایی علاقه حتما چنل یوتیوب هم سابسکرایب کنید ویدیو لایک کنید و نظرتون رو در انتها برای من بنویسید بچه ها مویز جز که با خوش کردن انگور شاهانی اصطلاحا تهیه میشه این میوه خوش شده حاوی انرژی بسیار بالاییه و برخلاف تصور و افراد مختلف بعد از خوش شدن ممکنه که فکر میکنن که خواص مفیدش رو از دست میده در صورتی که اصلا اینطوری نیست و تاثیرات نیمو بخش بسیاری برای بدن داره بریم در مورد ارزش غذاییش صحبت کنیم و بقیه اطلاعاتش من به لطف ترکیبات قرمز و سیاه که داخلش وجود داره از خواص ضد سرطان و ضد آلزایمر برخورداره این ترکیب به نام های آنتوسیانین و پولیفنولیک شناخته میشن به خاطر همین قضیه ارزش غذایی مویز نسبت به انگوهای سبز یا حتی کشمش های عادی هم خیلی بیشتره بهترین زمان برای مصرف مویز از نظر طب سنتی مصرف 21 عدد مویز اون هم تو وعده ناشتا خیلی توصیه میشه با این کار شما احتمال ابتلا به بسیاری از بیماری ها کاهش میدید و باعث میشه که سلامت بدنتون تضمین تر بشه بهترین زمان برای مصرف مویز تو زمان بارداری اون هم دقیقا به صورت ناشتا هستش که برای مبارزه با کمخونی و بهبود بوی دهان خیلی مفیده و به عنوان یک میان وعده سالم هم به همراه چند تا بادوم میتونید مصرفش کنید و سلامت بدنتون رو تضمین کنید اگه قبل لاغر بشید مویز باعث کاهش وزن وز هم میشه به خاطر اینکه مقدار زیادی فیب داره و احساس سیری میده به بدنتون و تمایل به مصرف غذاهای دیگه رو تو شما کمتر میکنه بهتر به بهترین زمان خوردنش هم تایم صبح باشه و همون موقع استفادهش کنید اگر دنبال چاقی هستی و دنبال پر کردن گونه یا هج دادن به صورت هم هستی مویز میتونه بچه باز یک گزینه فوق العاده ای باشه این میوه خوش به خاطر داشتن آهن و آنتی اکسیدان ها برای کم وف کم خونی و وف سودا خیلی مفیده به صورت کلی اگه بخوام بهتون بگم خود مویز بچه چاق شدن نمیشه چون اصلا کار اصلیش کاهش وزنه اما برای کسایی که میخوان صورتشون حجمتر تر بشه خیلی خوب هستش در نهایت بچه بهترین زمان برای مصرف مویز توی تایم های ناشتا هستش و یا توی تایم بعد از ناهارتون که تو تایم میان وعده هستش اگه اینو تو برنامه تون داشته باشید قصه به خیلی براتون مفید هستش از خواص دیگه ممیز باعث میشه که شما توی صورتتون اصلا جوش نزنید جوش های صورتتون رو کاملا درمان میکنه اگه لکه های پوستی داشته باشید اون رو کاملا درمان میکنه باعث میشه که دستگاه گوارشتون خیلی خوب کار کنه به خاطر مقدار زیادی فیبری که داره اگر که مشکل روده یا مده یا دچار زخم مده یا زخم اسنانش هم هستید تا حود زیادی باعث بهبود دفعتون توی بدن میشه و برای سلامت کلیه و کبد هم نقش فوق العاده ای داره. باعث پاکسازی صفرا میشه و از طرفی هم باعث میشه که جریان خون توی بدنتون بیشتر از قبل بشه ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو هم با هم بودید اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید و برای عزیزانتون هم ارسال کنید